با گذشت چند روز از تحصن معترضان در شهر کویت در محکومیت حمله سنی های تندرو به معدنچیان شیعه اعتراضها به این اقدام تروریستی دیگر شهرهای پاکستان را فرا گرفت به گزارش شیعه ویوز به نقل از شبکه های خبری پاکستان عمران خان پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات وزیر کشور و نایب رئیس مجلس پاکستان با بستگان معدنچیان شیعه در کویت که به دست سنیهای تندروی داعش به شهادت رسیدند سید علی هیدر زیدی، وزیر دریانوردی و سید زلفقار عباس بخاری دستیار ویژه نخست وزیر را به کویت فرستاد تا ضمن دلجویی از خانواده های قربانیان حمله تروریستی اخیر داعش آنان را برای پایان دادن به تحسن متقاعد کنند در این حال بستگان معدنچیان قربانی در حمله تروریستی داعش ضمن مخالفت با پایان تحسن و امتناع از دفن پیکر عزیزان خود اعلام کردند تا زمانی که نخست وزیر پاکستان در کویت و میان تحسن کنندگان حاضر نشود تحسن ادامه خواهد یافت منابع خبری پاکستان میگویند با گسترش دامنه اعتراضها به سایر شهرهای پاکستان امران خان نخست وزیر این کشور نیز سفر به کویت را در دستور کار خود قرار داده است. قرار است در جریان سفر نخست وزیر پاکستان به کویت، نشست مقام مقامهای دولتی و امنیتی به همراه مسئولان دولتی ایالتی بلوچستان برای بررسی وضعیت فعلی در این ایالات به ویژه تحولات پیرامون حمله روز یکشنبه داعش به معدنچیان بیگناه در منطقه مچ برگزار شود در همین حال شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد، لاهور، کراچی و اسکردو شاهد تحسن معترضان به حمله تروریستی داعش به معدنچیان شیعه در ایالت بلوچستان است و رهبران مذهبی اعلام کردند تا پذیرش تمام مطالبات بستگان قربانیان دست از تحسن بر نمی دارن.